أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ای جامه خواب به خود پیچیده و در بستر آرمیده، برخیز و انذار کن و پروردگارت را بزرگ بشمار. لباست را پاک کن، از پلیدی دوری کن و منت مگذار و فزونی مطلب. به خاطر پروردگارت شکیبایی کن. گامی که در سور دمیده شود آن روز روز سختی است، برای کافران آسان نیست. را با کسی که او را خود به تنهایی آفریده ام واگذار، کس که برای او مال گسترده ای قرار دادم، فرزندانی که همواره نزد او هستند و وسایل زندگی را از هر نظر برای وی فراهم ساختم. باز هم طمع دارد که بر او بیفزایم. هرگز چنین نخواهد شد، چرا که او نسبت به آیات ما دشمنی می‌ورزد. به زودی او را مجبور می‌کنم که از قله زندگی بالا رود، سپس او را به زیر می‌افکنم. او برای مبارزه با قرآن اندیشه کرد و مطلب را آماده ساخت. مرگ بر او باد، چگونه برای مبارزه با حق مطلب را آماده کرد؟ باز هم مرگ بر او، چگونه مطلب و نقشه شیطانی خود را آماده نمود؟ سپس نگاهی افکند، بعد چهره در هم کشید و عجولانه دست به کار شد. سپس پشت به حق کرد و تکبر ورزید. سرانجام گفت: این قرآن چیزی جز افسون و سحری همچون سحرهای پیشینیان نیست، فقط سخن انسان است نه گفتار خدا. اما به زودی او را وارد سقر دوزخ می کنم. تو چه می دانی سقر چیست؟ آتشی است که نه چیزی را باقی می گذارد و نه چیزی را رها می سازد، استتن را به کلی دگرگون می کند. 19 نفر از فرشتگان عذاب بر آن گمارده شده اند. مقران دوزخ را فقط فرشتگان عذاب قرار دادیم و تعداد آنها را جز برای آزمایش کافران معین نکردیم تا اهل کتاب یهود و نصارا یقین پیدا کنند و بر ایمان مؤمنان بیفزاید. و اهل کتاب و مؤمنان در حقانیت این کتاب آسمانی تردید به خود راه ندهند. و بیمار دلان و کافران بگویند: خدا از این توصیف چه منظوری دارد؟ آری این گونه خداوند هر کس را بخواهد گمراه می سازد و هر کس را بخواهد هدایت می کند. و لشکریان پروردگارت را جز او کسی نمی داند. و این جز هشدار و تذکری برای انسانها نیست. چون این نیست، سوگند به ماه، به شب هنگامی که دامن برچیند و پشت کند، به صبح هنگامی که چهره بگشاید، که آن حوادث هولناک قیامت از مسائل مهم است. هشدار و انذاری است برای همه انسانها، برای کسانی از شما که میخواهند پیش افتند یا عقب بمانند. آری هر کس در گرو اعمال خیش است، مگر اصحاب یمین که نامه اعمالشان را به نشانه ایمان و تقوایشان به دست راستشان میدهند. آنها در باغهای بهشتند و سؤال میکنند از مجرمان: چه چیز شما را به دوزخ وارد ساخت؟ گویند: ما از نمازگزاران نبودیم، اطعام مستمند نمی کردیم و پیوسته با اهل باطل هم نشین و هم صدا بودیم و همواره روز جزا را انکار می کردیم تا زمانی که مرگ ما فرا رسید. از این رو
شفاعت شفاعت کنندگان به حال آنها سودی نمی بخشد. چرا آنها از تذکر روی گردانند؟ گویی گورخرانی رمیده اند که از مقابل شیری فرار کرده اند، بلکه هر کدام از آنها انتظار دارد نامه جداگانه ای از سوی خدا برای او فرستاده شود. چون این نیست، بلکه آنها از آخرت نمی ترسند. این نیست، آن قرآن یک تذکر و یادآوری است. هر کس بخواهد از آن پند می گیرد و هیچ کس پند نمی گیرد مگر اینکه خدا بخواهد. او اهل تقوا و اهل آمرزش است.